तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तुम्हारा इस बस्ती से क्या वास्ता? जो शरीर को जान से, ईमानदार को ईमान से और इंसान को एक इंसान से है। ये जानते हुए भी कि ये हमारी बस्ती है। अब ये गरीबों की बस्ती है जो पल भर में उजड़ती है मगर बड़ी मुश्किल से बसती है। उजड़े या बसे बुलडोजर चलाए जाएंगे, इसके लिए तुम्हें मेरी लाश में से गुजरना होगा। हट जाओ सामने से, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दोस्तों ने नहायत अजीज सलाम। दहरमंदर या दहरमंदरा दोएल به تاریخ 8 دسامبر سال 1935 میلادی در ایالت پنجاب هندوستان به دنیا آمده است. نام پدرش کیول کشن دوئل و نام مادرش ستوان کار می باشد. پدرش سرمعلم مکتبی بود که دهرمندر شامل آن. ولی او به مکتب علاقه نداشت و همیشه این موضوع را با مادرش در میان می گذاشت که مکتب نمی روم زیرا پدرم نسبت به دیگر همصنفانم بالای من سخت گیر است. من می خواهم ستاره سینما شوم. و او آینده خود را در جمله ستارگان سینما جستجو می نما. بالاخره مادرش برایش مشوره داد تا این موضوع را رسما به اطلاع دست اندرکاران سینما برساند و این حرف مادر به دلش نشست و در مجله فیلم فایر که در آن زمان سینماگران برای شرکت در فیلمهایشان و جستجوی چهره‌های جدید بودند خود را معرفی نمود. چنانچه مورد قبول واقع گردیده و عازم بمبئی شد. متاسفانه از تولید فیلم مورد نظر صرف نظر گردید و او نتوانست به آرزویش برسد. ولی در سال 1960 توانست برای اولین بار در فیلم از ساختهای ارجن انگورانی به نام دل به تیرا هم به تیره در مقابل کمکم بازی نماید. دهرمندر در جریان سفر هنریش در اضافه از 300 فیلم من حیث هیرو و یا کرکتر اکتر بازی نموده است که هواخواهان فراوانی دارد. از جمله میتوان از فیلم های چون پول ارپتر، شرافت، آی ملن که بیلا، راجا جانی، توم حسین می جوان، دوست، شوله، سیتا اور گیتا، میرا گان میرا دیش، آیا ساون جم که وایدین بار که نام گرفت. البته موفقیت درمندر بعد از فیلم پول اور پتر شروع می شود که بعد از ریلیز این فیلم او در جمله هنرمندان ممتاز در فیلم های اکشن شناخته شده است. او یگانه هنرمندی است که توانسته است با تمام هنرپیشه های زن در سینمای بالیوود همبازی شود. دراصل بات یہ ہے، میں نے سوچا اسی بہانے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملے گا، تو کرو نا اکیلے میں بات، کون روکتا ہے، میں چلی۔ غلطی ہوگی بابا، معاف کر دو، चलो इसी साइकिल पर दोनों चलें। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी साइकिल की। मन के बीच इस पतली रस्सी पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील की आंख चाहिए। माई बाप एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी पर चलना पड़े, लेकिन इस पापी पेट की खातिर यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी। तुम जैसी खुदगर्ज और मौका प्रस्त औरत सोनिया की माँ कहलाने के काबिल नहीं। तुम जितनी जलील हो सोनिया उतनी महान है। सोनिया को तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं। دهرمندر در سال 1954 قبل از این که به سینما روی آورد با پرکاش کوار ازدواج نموده است که ثمره این ازدواج دو دختر به نام های اجیتا و ویجیتا و دو پسر به نام های سنی و بابی می باشد که پسرانش هر دو هنرمندان شناخته شده در بالیوود هستند. او در جریان تهیه فیلم شعله عاشق امام آلینی می شود و چون این عشق دو جانبه بوده و از جانب دهرمندر متحل بود و نمی توانست با امام آلینی ازدواج نماید، به همین مناسبت هر دو به دین اسلام رو آوردن تا بتوانند با هم ازدواج نمایند. چنانچه در سال 1980 با هم ازدواج نمودند و ثمره این ازدواج
دو دختر به نام آی انا دویل و ایشا دویل می باشد. چنانچه ایشا دویل نیز هنرپیشه سینما است. دهرمندرا عضو بارتیا جنتا پارتی بوده و در سالهای 2004 الا 2009 عضویت پارلمان را در لوکسوب ها به نمایندگی از ایالت بیکانیر در راجستان داشت. همچنان او در دهه 80 کمپانی فیلمسازی وجای تا فیلم را افتتاح می نماید و من عیس تهیه کننده فیلم نیز دست به کار می شود و پسران خود هر یک سنی دویل را در فیلم بیتاب، بابی دویل را در فیلم برسات و برادرزاده اش را به نام ابی دویل در فیلم سوچانتا معرفی می نماید. او در بعضی از فیلم ها با پسرانش و همچنان در فیلم تلمی او خدا که تهیه کننده آن امام علی می باشد، باز دخترش ایشا دویل نیز انبازی می شود. متاسفانه در جریان سفر هنری خیش نتوانسته از بهترین جایزه هنری سینمای هند را از آن خود سازد. ولی در سال 1991 جایزه لایف تایف اچیفمنت را برای تهیه فیلم گایل که در آن پسرش سنی دویل بازی نموده است اخذ نموده است. همچنان در سال 2012 جایزه افتخاری دولتی هند را به نام پدما بوشن نیز من عیس یک هنرمند خوب به دست آورده است. دهرمندر فعلا 87 سال عمر دارد و زندگی بازنشستگی خیش در فارم هاوز شخصیش لذت میبرد. دوستان گرامی، این بود مختصر از زندگی دهرمندر، هنرمند مشهور سینمای هند که خدمتتان تقدیم گردید. هرگاه مورد پسندتان واقع گردیده باشد، لطفاً لایک و سابسکرایب نمایید. از توجهتان تشکر، خداوند یار و مددگارتان.